این ویدیو قراره انگیزشی باشه و اینکه قراره کوچیک‌ترین لواشه که دنیا رو درست کنم. اینم بگم که اصلا وقت ندارم، الان کلا فقط 20 دقیقه وقت دارم تا شروع کارم، پس همراه باشید. داستان اینجا شروع شد که ما چند روز پیش آلو قرمز خریدیم، بعد خیلی زیاد من خریدم، یعنی 2 کیلو خریدم و برای دو نفر خب خیلی زیاده. بعد ایسا یه مقدارشو کیک درست کرد و بقیهش یکم مونده بود و من گفتم حالا میخوام باش لواشک درست کنم، ولی خب اینجا دمای هوا هم نزدیک 20 درجه است و اصلا آفتابی نیست و اصلا نمیتونی یعنی لواشک بذاری خشک بشه، همچیز الان امکان نداره. اصلا تحقیق کردیم یکم و اسپرسوم سرد نشه، فهمیدیم که برای خشک کردنش به دمای حدود 40 درجه نیاز داریم و ما این سوختمون هواپز یا ایرفرایرمون به اصطلاح کمترین دمایی که داره 80 درجه است و خیلی زیاده، یعنی خرابش میکنه. تنها کاری که میشه کرد با این فره است که کلی انرژی شاید مصرف بشه و 9 ساعت گفتم عوض داخلش بمونه. خلاصه اول میخوام موادشو درست کنم و اینکه اینم بگم میخوام کلا بدون رسیپی درست کنم، نمیخوام سرچ کنم، همینجوری میخوام چالش باشه و میخوام بدون اینکه مثلا از مامانم بپرسم، چون مامانم همیشه لواشک درست میکرد، یا اینترنت سرچ کنم خودم درست کنم از چیزایی که مثلا کم و بیش از مامانم دیده بودم داشت انجام میداد. خلاصه ببینیم چه جوری میشه. این کلاه خیلی نیست، یه ذره مونده، اصلا نمیدونم با اینقدر میشه لواشک درست کرد یا نه، ولی حالا میزنمش رو تازه. چه خالی اینجا. اصلا نمیدونم که داخلش آبم بعد بریزیم یا نه، الان داره سخت میشه، یا همینجوری بذارم چه پزه. شاید یه کوچولو بیش از حد آب زدم بهش، شاید آبش زیاد باشه، نمیدونم. و اینکه باز یه چیزی من یادم نیست که تو شکرم بعد بریزیم یا نه، و اینکه اصلا اینا یکم ترش هستن کلا، این آلو قرمزای اینجا نمیدونم یکم شکر بزنم یا نه. ترش هم خوب، لواشکش خوبه، ولی نمیدونم بعد این مثلا حالت نرسیدگی داره یکم انگار میوهش، نمیدونم این خرابش میکنه. مثلا با یه میوهی که خودش ترش درست کنی خوشمزه میشه، خوبه، ولی این نمیدونم. بذار شکر نزیم طبیعی درست کنیم سالمن باشه. الان یه ایده بزنم رسید، البته به این پتویی که اومده روی اینجا دقت نکنید، یه ایده بزنم رسید، اونم اینه که اگه بهش موز اضافه کنم چی میشه. فکر کنم تا هیچ ایرانی موز توی لواشک نکرده، البته ریسکش خیلی بالاست، نمی کنم که اگه مثلا یه دو برابر اینو داشتم نصفشو میکردم با موز، نصفشو همینجوری عادی میذاشتم، ولی خب ریسکش بالاست. خب فعلا وقت کار شده و من باید شروع به کار کنم. اونم برای خودش داره میپزه، نمیدونم چقدر نیاز داره که پخته بشه، یعنی دقیقا اصلا نمیدونم به چه غلظتی بعد برسه، چند دقیقه بعد بپزه، هیچی نمیدونم. و هی میرم حالا بهش سر میزنم ببینم که چه جوری شده، ولی خب فعلا باید کار کنیم و ساعت 9 صبح و وقت تمیز کردنه. درست کردن لواشک وسط کار کردن زیاد توصیه نمیشه. الان فکر کنم خوب شده، الان داشتم کار میکردم یهو همکارم زنگ زد، یه تماس طولانی داشتیم و این داشت میپخت با دمای بالا، سریع اومدم بین تماسم اونجوری لپتاپ به دست اینو کمش کردم و فکر کنم الان خوب شده باشه. کاری که من میخوام بکنم اینه که معمولا اینجوریه که مادرم این کارو میکرد که اینو از صافی رد میکرد، بعد پوستو حالا مثلا اگه میوه‌ای بود که هسته داشت، معمولا میوه بدون هسته بود هم، ولی تمام اینا رو میگرفت بعد، ولی من میخوام از یک روش تنبلانه استفاده کنم و با میکسر میکسش کنم. هرگز با لباس سفید غذا درست نکنید، حتی شما دوست عزیز. چیکار کردم؟ خب الان به یک لذت خالصی رسیده، خالصی، و فکر کنم بشه که الان طعنش کرد. اوه بخار گرفتم، فکر کنم الان بشه پهنش کرد، ولی مطمئن نیستم. و اینکه یه دونه از اینا میخوایم،
نمیدونم باز روی کاغذ این بیکینگ شیت ها اگه بذارمش اوکی هست یا نه، نمیدونم این کاغذ ها اگه خیلی خیس بشن مثلا مثل کاغذ های معمولی خراب میشن یا چی، ولی خب با ریسکشو میکنیم دیگه. گذاشتنش روی کاغذ ایده خوبی نبود، چون همین الان کاغذه داره اینجوری حس خیسی کاغذ رو میگیره، فکر کنم خوب نیست و بعد درش دارم چه جوری جمعش کنم اینو، ولی خیلی قشنگ شده. اینو پندش کردیم و اینم که گفتم نگاه کنید کاغذ داشت اینجور جمع میشد، در همین من نگران شدم گفتم بعدا جدا کردنش دردسر میشه. اینم که روی دمای تقریبا 40 درجه است و میبینیم که اینو بزنیم داخل. خیلی دمایش که اصلا گرم نیست، بره برای خودش 9 ساعت بعد داخل اینجا باشه. 9 ساعت خب بذار من بذارم دوربین رو درست حسابی اینجا. الان من وسط ادیت هستم، یعنی تقریبا تموم شده ادیتم و اینکه بهتون میگم من کارم تموم شده و الان میخوام راجع به اون بحث انگیزشی که باهاتون صحبت کرده بودم صحبت کنم، و اونم به خاطر اینه که من دیروز بعد از این استوریایی که گذاشتم کلی پیام‌های خیلی مثبت و خوب ازتون گرفتم و من همیشه دوست دارم که یعنی کاری کنم که یه جورایی کمکتون کنم. حالا من خودم چیز نیستم که مثلا بگم واه خیلی مثلا من آدم بالایی هستم و بخوام به بقیه کمک کنم، نه، ولی خب اگه که از دستم بر بیاد، اگه که من کوچیکترین کاری بکنم که باعث بشه که به شما کمک بشه، چرا که نه. من پس که میخوام راجع بهش صحبت کنم انتخاب کردن مسیر زندگیه، و اونم به خاطر اینه که اخیراً باز میبینم خیلی بهم پیام میدین یه جورایی گم هستین، که مثلا مخصوصا حالا به کسایی که میخوان انتخاب رشته کنن. البته اینم بگم این فقط برای کسایی نیست که الان میخوان انتخاب رشته کنن، شامل همه میشه. فقط لطفاً به این داستان گوش بدین، انتخاب کردن رشته فقط یک مثال اینجا. الان میگم چون همه درگیر این هستن، خیلی گیجن که چه رشته انتخاب کنن و کدوم بهترین رشته است، و یه جور نگرانن که حالا اگه اشتباه کنن بعد بعدن پشیمون خواهند شد. این خب تا حد خیلی زیادی درسته، ولی یه چیزی که هست اینه که خود من میخوام براتون مثال بزنم که اصلا چه جوری من بودم توی IT. یه چیزیه که برای من خیلی عجیب غریب بود، چون من اصلا کلن از IT بدم میومد، نمیشه گفت بدم میومد، ولی خب اصلا علاقه بهش نداشتم. من کلن عاشق رشته های مکانیک و کلن من عاشق رشته های مکانیک و برق بودم و تمام اولویت هام رو این رشته ها میزدم. اصلا کلن کامپیوتر هیچی سر در نمیوردم و حتی تا مثلا قبل از دانشگاه من ویندوز عوض کردم بلد نبودم. همیشه مثلا اگه ویندوز یه مشکلی برش پیش میومد بعد از داداشم میپرسه، یعنی در این حد، و هنوزم بلد نیستم ویندوز عوض کنم. حالا این شوخی بود، ولی خب واقعا هنوز بلد نیستم ویندوز عوض کنم با اینکه یه مدت هم ویندوز داشتم. خواستم بگم که من کلا توی کامپیوتر خیلی بد بودم و اصلا هیچ علاقه نداشتم و هیچ ایده‌ای هم نداشتم. خلاصه من سال اولی که کنکور دادم رشته برق قبول شدم، دانشگاه کاشان، البته غیر انتفاعی کاشان، و بعد یه ترم درس خوندم دوست نداشتم و توی یه ترم اول، توی همون ترم اول اونم برنامه‌نویسی داشتیم و من برنامه‌نویسیمو افتادم چون اصلا علاقه نداشتم و اصلا واقعا نخوندمش و فقط رفتم سر جلسه. اینجوری بودم، یعنی مثلا یه شب امتحان بخون بعد هیچ یاد نگرفتم نفهمیدم، سر جلسه افتادم و کلا از برنامه‌نویسی بدم میومد. سال بعد توی انتخاب رشتم کامپیوتر اصفهان قبول شدم، باز غیر انتفاعی، و این دفعه رفتم. توی اولویتام هنوز اون برق و مکانیکو زده بودم، ولی خب اونا قبول نشدم و اصفهان بهتر بود برام. البته مثلا فکر کنم بعضی از شهرهای دیگه قبول شده بودم ولی نرفتم، و چون اصفهان نزدیک‌تر بود به خودم حالا دیگه برام مهم نبود، گفتم شل نه حالا میرم کامپیوتر میخونم. خلاصه من اینجوری انتخاب رشته کردم. میخوام بهتون بگم که خوبه که نسبت به علایقتون چیزی که میخواین انتخاب کنین، ولی بعضی وقتا یه چیزی توی زندگیمون اتفاق میفته که شاید دوستش نداشته باشه موقع، ولی شاید بعداً برامون خوب بشه. یعنی این دقیقاً خواستم به این برسم که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا کامپیوتر برای من خوب باشه و من بهش علاقه‌مند بشم، ولی ترم اولم اتفاقاً توی باز IT ترم اولم من برنامه‌نویسی دوباره افتادم، حالا یا ترم اول داشتم یا ترم دوم یادم نیست اینجا رو،
ولی افتادم اولین بارشو و دومین بارش دیگه واقعا نشستم تمرین کردم، بعد نه جذاب باحاله و کم کم ازش خوشم اومد و یادم مثلا برنامه‌نویسی پیشرفتمون رو من نفر دومش، نمره نفر دومش شد، اصلا خودم انتظار نداشتم، فقط به خاطر این بود که من اصلا واقعا درس خونم نبودم، یعنی من اصلا اهل درس نمیستم بگی هی بشینم کتاب بخونم نبود، فقط به خاطر این بود که از برنامه‌نویسی خوشم اومده بود و واقعا نشستم تمرین می‌کردم، یعنی انجام می‌دادم مثلا تمرینی که به حل می‌کردیم و خودم نشستم انجام می‌دادم، دیگه کپی نمی‌کردم، دیدم خیلی جالبه و دیگه داشتم واردش می‌شدم. خلاص خواستم بهتون بگم که میگم از اون کسی که اصلا هیچ علاقه به کامپیوتر نداشت اینجور اومدم الان توی کامپیوتر رو، اصلا شغل اصلیم الان کامپیوتر هست، برنامه‌نویسی هست و میگم مسیر زندگیم خیلی تغییر کرد به نحو خوبی، خیلی برام خوب شد. میخوام بگم که اصلا نگرانش نباشین، اگه که مثلا الان خیلی درگیرین، مثلا دیروز یه نفر به من پیام داد که خیلی مخصوصا بین دو رشته که جفتشو خیلی خیلی علاقه داشت نمیدونست کدوم انتخاب کنه، دیگه گفتم دیگه انقدر خودت اذیت نکن، حالا یکیش انتخاب کن، یعنی جفتشو واقعا علاقه داشت و مثلا اپورتونیتی های آینده‌اش رو میدید ولی نمیدونست کدوم انتخاب کنه، گفتم حالا یکی انتخاب کن، انقدر به خودت سخت نگیر، بعدن مطمئن باش برات اتفاقای خوب میفته، یعنی یه جوری شما بعد به اون به اصطلاح کائنات اعتماد کنین که آقا اتفاق خوب براتون خواهد افتاد و انقدر خودتون درگیر نکنین. و اینکه اگه توی زندگیتون اتفاق بدی میفته مطمئن باشین یه حکمتی پشتشه و این بعدن واچا سفیده، مطمئن باشین بعدن اتفاقات خوبی براتون میفته که بعد میبینین که اون اتفاق اونقدر هم بد نبوده، یعنی این خیلی توی زندگی من حداقل برام پیش میاد و شما هم نگرانش نباشین، همیشه وقتی اتفاق بد براتون میفته به دید مثبت بهش نگاه کنین، بدونین که قرار یه اتفاق خوب بعدش بیفته، یعنی اون اتفاق بعدی که افتاده در واقع برای شما خوب بوده و به نفع شماست، پس اینو همیشه توی ذهنتون داشته باشین و انقدر نگران زندگیتون نباشین، همه چی عالی پیش میره، یعنی انقدر به خودتون استرس وارد نکنین، زندگیتون اونجوری که باید اون چیزی که بخواید بهش میرسین و اونجوری که باید پیش میره، پس نگران نباشین. یه نگاه بندازیم ببینیم که لواشک چطور شده. خب لواشک خشک به نظر میرسه، خیلی خوب شده به نظرم و اینجا اصلا یه کم گرمه ولی قشنگ بوی لواشک میاده، او اینجا هنوز نرمه، هنوز چسبناکه یکم، این جاش که زخیم تر بوده اینجا هنوز به انگشتم اومده نبینیم، ولی جایی که خوب نازکش کردم قشنگ خوشیه، یکم دیگه بعد باشه، هنوز خب 9 ساعت نشده ولی خیلی هم طول میکشه. حالا که بعد وایسیم تا این درست شه، حداقل اگه ویدیو هنوز لایک نکردی یه لایک بذار روش و اینکه اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن لطفاً، و اینکه ممنون میشم اگه یه کامنت انگلیسی بذاری اون پایین تا یوتیوب شما رو کاور واقعی تشخیص بده، مرسی. و یه چیز دیگه بهتون بگم، اونم اینه که زندگی ما اینجوری نیست که شما فکر کنید مثلا یه مسیر رفتیم بعد دیگه بعد تا آخر عمرمون همون مسیر رو بریم، مثلا اگه انتخاب رشته اشتباه کردیم و 4 سال مثلا لیسانس خوندیم بعد دیگه تا آخر عمرمون دیگه بدبخت شدیم هیچ کاری نمیشه کرد و دیگه دیر شده چون بقیه جلو افتادن، از این حرفا این چیزا رو از سرتون بیرون کنید، تمام افکار محدود کننده هستن که شما باید دور بندازین اینا رو و اجازه نباید به زندگیتون اینجوری نگاه کنین، شما همیشه هر لحظه موقعیت اینو دارین که زندگیتون رو کامل تغییر بدین، فکر نکنین خیلی دیر شده باشه، چون بعضی مخصوصا میگن که دیگه من مثلا 30 سالم شده دیگه دیگه دیره برای من، اینم بهتون میگم که اکثر افراد موفق دنیا بعد از 40 سالگیشون خیلی دیگه موفق شدن، یعنی تا قبلش تجربه کسب میکردن تلاش میکردن و اونجا دیگه خیلی درخشیدن، اگه ببین تحقیق کنین اکثرشون توی 40 سالگی به بعد یو خیلی دیگه مثلا کارشون گرفته، پس فکر نکنین که دیر شده، نگرانش نباشین. خب دیگه خیلی داره دیر میشه و ما راستش فرمون رو نیاز داریم و اینکه من میخوام این ویدیو رو همین امشب پست کنم، برای هم دیگه الان دیگه خیلی همینش دیر شده بعد اکسپورتش و از این حرفا و برای هم میریم تو کارش، من میخوام بهتون بگم که چقدر طول کشیده، وقتی که من گذاشتم تو داخل فر این ساعت بود، الان که درش آوردم این ساعته و انقدر طول کشیده. خیلی باحاله که بتونی از توی فر همینجوری با دست درش بیاری، فقط داغه یکم یکم گرمه ولی به نظر خوب میرسه. یه تیکش میکنم امتحان کنیم. خب کنم کندنش کنم سخته، داره جدا میشه مثل لواشک. بذار اینجا نشون بدم، یک کوچولو هنوز خیسه، وقتی که مثلا اون زیرش مخصوصا خیس بود اونجا که چسبیده به سلفون،
حالا امتحانش کنیم. خیلی خوبه، دقیقا خود لباشه عالیه. مزهش خیلی خوب شده. من راستش انتظار داشتم که مزهش یکم بدتر باشه، چون فکر میکنم توی آفتاب خوش کنی خیلی خوشمزه تر میشه. من همیشه حسن میکردم که خونگی ها خوشمزه ترن چون که توی آفتاب خوش شدن، ولی اینم خیلی مزه شبیه خونگی میده. یعنی منظورم اینه که بیرون هم مثلا به عنوان خونگی میفروشن، ولی اونا یه مزه عجیبی میدن، هیچ وقت اون مزه خونگی رو نمیدن. این مزهش خیلی خوبه. خدا میدونه بیرون چی داخلش میکنه. صدا رو ببینید، این یکی بافتش خیلی بهتر از اون قبلی است. خیلی خوبه، لواشک خونگی. من همینجوری هی دارم میخورم. حاوزی دلیسا، علیسا هم تایید میکنه که خوبه، ولی میگه خیلی ترشه. از نظر من خوبه، یعنی خیلی متعادل به نظرم، هم شیرین هم ترش. حالی جا تو خیلی